تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. چقدر به این مثال و به این شعر با احترام نگاه میکنیم و او رو با همدیگر رد و بدل میکنیم، اما در واقع فقط یک فرمولیه که داریم به زبان میاریم، اما در دل چیز دیگه ای نگاه میکنم. خیلی به دکورها، خیلی به لباسها، خیلی به ظاهرها زیاد نگاه میکنم، اما میخوام به شما بگم دوست عزیز، ارزشها توی درون انسانه. از کوزه همان برون تراود که دروست. از درونه. اگه ارزشی برای تو خواهر عزیزم، برادر عزیزم باید باشه، در لباس تو نیست، در عملای جراحی که میکنی نیست. اگه قرار کسی شما رو دوست داشته باشه و ارزش بده به انسانیت شخص شما، مطمئن باشید با دکور، به دکور ظاهری من و شما، کسی به طرف من و شما نمیاد. شخصی رو میبینیم با لباس چوپانی، لباس تحقیرآمیز در 3000 سال قبل، فقیر اما در لباس چوپانی مردی زندگی میکند، پسر جوان زندگی مثل داوود. و این پسر جوان در اون لباس چوپانی و تحقیرآمیز در اون زمان چنان از گله خود در برابر حیوانات درنده با اقتدار، با افتخار، با تمام ایثارش، ایستادگیش دفاع میکنه که آوازه داوود در تمام اون محیط میچرخه. لباسش کهنه است اما توی درونش مرد وفاداری و ارزش بزرگی داره زندگی میکنه. این داوود میاد بعدن میشه پادشاه، لباس پادشاهی میپوشه. چه لباس ارزشمندی، چه لباس پر افتخاری، چه مقامی، چه عنوانی، اما در درون اون لباس مردی است که نسبت به خانوادهش، مردی است که نسبت به ارزش‌هاش درست نگاه نکرده و زندگی نکرده. و این هست که می‌بینیم یک بی ارزشی در یک لباس ارزشمند چقدر ضرر زد به آینده زندگی او، و یک ارزش در یک لباس بی ارزش چقدر باعث افتخارات شد. برای شما هم همینه، برای منم هم همینه. تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. فیض خدا، برکت مسیح با شما باشد.